سلام به روی ماهتون، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه و مثل همیشه ممنونم که کانال یوتیوب شریونلس رو دنبال میکنی، ممنونم که سابسکرایب میکنی، حتما حتما یادتون بمونه که زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو هم بزنید. اما ویدیوی امروزمون بنا به قولی که قبلا بهتون داده بودم توی ویدیویی که در مورد غذاهای خونگی سالم براتون درست کرده بودم، قول داده بودم که یه ویدیو هم درست کنم و چند تا نمونه از غذاهای سالمی که توی رستوران میتونین بخورین رو باهاتون شیر کنم و اطلاعاتی در موردش بهتون بدم. خب ویدیوی امروزمون در مورد یه سری غذاهای سالم و یا تا قسمتی سالم در رستوران هستش. من عقیده شخصی خودم، کاملا شخصی و شاید هم درست نباشه، این هستش که غذا حتی اگه 100% هم سالم باشه، غذای 100% سالم در خونه از غذای 100% سالم در رستوران میتونه بهتر باشه، مگر اینکه قاعده استثنایی که داره این باشه که اون کسی که تو رستوران داره غذا رو براتون درست میکنه با انرژی خیلی بهتر و با عشق بیشتر و خالص‌تر اون غذا رو درست کنه. اما زندگی امروز کلی مشغله داره و هممون خیلی مشغول هستیم و نمیشه اون وقتی رو که باید گذاشت توی خونه و همیشه غذا درست که غذای خونگی داشت، ولی خب اون تایم هایی که غذای رستوران میخوایم بخوریم هم میتونیم گزینه های بهتر و سالم تری رو داشته باشیم. اما قبل از اینکه شروع کنیم و عکس‌ها رو با هم دیگه ببینیم و اطلاعات رو در موردش بهتون بگم، نکته مهمی که این هست و من دوباره باید یادآور بشم، تو ویدیوهای قبلی یادآور شدم، اینکه ورزش کردن برای داشتن یه زندگی سالم، ورزش کردن تنها کافی نیستش و گفتم قبلا که ورزش کردن میتونه با هدف‌های متفاوتی باشه، یعنی هر فردی میتونه از ورزش کردن یک هدفی داشته باشه. اما جدا از اینکه هدف شما چیه، تنها ورزش کردن نمیتونه شما رو به اون هدف برسونه. همونقدر که ورزش کردن مهم هست، به همون میزان، نه کمی کمتر و نه بیشتر، تغذیه شما هستش که مهم هست. و من بارها و بارها گفتم که به تغذیه به عنوان سوخت بدن نگاه کنین، به این صورت همیشه گزینه‌های بهتر و سالم‌تری رو خواهید داشت و فقط به غذا و به چیزایی که میخورین به این دقت نکنین که مزهش رو دوست داشته باشم یا ازش لذت ببرم، چون اگر به این فکر کنین که دارین چی رو به بدنتون و چرا میرسونین، چه سوختی رو، اون وقت گزینه هاتون خیلی سالمتر و بهتر میشه، ضمن این که از خوردنش خیلی لذت میبرید. این رو به جرأت میگم، وقتی بدونید که چرا دارید این کار رو انجام میدین، از خوردن بروکلی همون قدری لذت میبرید که از خوردن بستنی یا چیپس و پفک یا انواع شکلات و شیرینی جات، به همون میزان لذت میبرین، شاید هم بیشتر، چون میدونم که چرا دارم بروکلی رو میخورم، چرا دارم هویج رو میخورم، چرا دارم غذای سالم رو میخورم، چرا دارم تغذیه‌ام رو، رژیمم رو تغییر میدم. وقتی که بدونم، اون وقت با اشتیاق و با میل انجام میدم و دیگه کسی منو مجبور نمیکنه یا با زجر و عذاب انجام نمیشه. مثل این میمونه که بنزین سوپر وارد برای ماشینتون بخرید. بنزین سوپر هست، بنزین معمولی هم هست، اما بنزین سوپر مزایای خودش رو داره و اون ماشین بیشتر کار میکنه و دیرتر خراب میشه. بنابراین برای اینکه بخوایم تغذیه سالمی داشته باشیم، باید مطالعه کنیم، باید بیشتر بدونیم، باید گزینه‌های بهتر رو از گزینه‌های بدتر بتونیم تشخیص بدیم. و ضمن اینکه حالا وقتی اون گزینه‌ها رو می‌دونیم که کدوما بهترن و کدوما بهتر نیستن، حالا مثلا برای صبحانه، نهار و شام من چطور بیام بخورم؟ من این رو قبلا هم براتون شیر کردم، این عکس رو دوباره شیر میکنم، چون ممکنه که همه ویدیوهای من رو شما نبینید، برابر این باید تکرار کنم. توی عکسی که میبینین برای هر وعده غذایی گفته شده برای خانم ها و برای آقایون. برای خانم ها یک مشت کربوهیدرات های نشاسته ای هست که همین کربوهیدرات های نشاسته ای خودش میتونه گزینه های بهتر و بدتر داشته باشه که باید بشناسیم. بعد یک مشت از کربوهیدرات های فیبردار هستش که انواع سبزیجات مثل بروکلی، کاهو، کلم،
هویج همه اینا هستش، انواع مختلف داره. یک کف دست پروتئین باید باشه که پروتئین هم انواع مختلف داره، و یک شست دست به اندازه یک شست روغن، روغن‌های سالم، چربی‌های سالم باید باشه، مثلا میگم دانه ها، مثل آووکادو، مثل روغن زیتون، روغن نارگیل و غیره. پس بنابراین شما برای اینکه بتونید انتخاب خوبی داشته باشید، اول باید بیاین بشناسین مواد غذایی رو، خوب و بد رو، تا بعدا بدونین که مثلا وقتی من میگم یک شست از چربی های مفید، کدوم ها مفید هستن و کدوم ها غیر مفید هستن. مثلا کره مفید هست یا روغن نارگیل، آووکادو مفید هست یا مثلا چربی گوشت. بنابراین باید خودتون بشناسید که بعد بتونین انتخاب کنید. بعد به این میزان برای آقایون همه دو برابر میشه و میزان اندازه گیریش هم دست خود شخص هستش، درسته؟ خب حالا از این که بگذریم، بریم با هم دیگه شروع کنیم از عکس اولمون. پس من خودم برای میزان غذایی که روزانه میخورم، برای هر وعده غذا، تا حدودی بر اساس این عکس عمل میکنم. محاسبه کالری خیلی سخته و این به من خیلی انتخاب ساده تر و سریع تری رو میده. بریم برای عکس اول. دیگه زیاد صحبت نکنم، ضمن اینکه هر چقدرم صحبت کنم به نظرم کافی نیست، اما صدای شما در میاد. خب میریم سر عکس اول. یک نمونه از صبحانه هست، سالم و ناسالم با همه. تخم مرغ با اسفناج و پنیر، که پنیری که انتخاب میکنی هر چقدر چربی کمتری داشته باشه و پروتئین بالا و نمک کمتر، خب به تب سالمتر هسته. چربی های پنیرهایی مثل پنیرهای پیتزا یا با چربی خیلی بالا رو زیاد مصرف نکنید، مصرف روزانه نداشته باشین گاهی اوقات، چون به هر حال چربیش خیلی بالاست و خیلی هم سالم نیستش. توت فرنگی و آووکادو که هرچی از مزایاش بگم کم گفتم. توت فرنگی به خصوص، توت فرنگی، تمشک، بلوبری، بری ها برای کسایی که بخوان وزنشون رو کم کنن خیلی مفید هست. اگر برای کسایی که بخوان وزن بگیرن و کمی چاقتر بشن، میتونن موز رو هم اضافه کنن. اما اون نون توستی که میبینید نان سبوسدار هست با سبوس خیلی بالا، یک لایه کری بادوم زمینی و مربا روش، که کری بادوم زمینی خیلی مهمه که چه نوعی رو انتخاب کنین. اگر از این کره های بادوم زمینی هست که توی بازار هست و خیلی ارزونه، اصلا هیچ سودی برای بدن شما نداره، فقط و فقط ضرر هستش. بنابراین کره بادوم زمینی رو باید با کره بادوم زمینی بگیرید که بادوم زمینی خالص باشه و معمولا خیلی نرم و خیلی راحت خورده نمیشه، یعنی معلومه دیگه پر از بادوم زمینی کوبیده شده است. و اما اون مربای روش رو من توصیه نمی کنم. غربی ها پینات باتر جلی ساندویچی هست که دوست دارن، به خصوص به بچه هم خیلی میدن. نون توست، کره بادوم زمینی و مربا خیلی نمیتونه گزینه سالمی باشه. اگر بخواید شیرینی بهش اضافه کنید، میتونین عسل اضافه کنید یا میتونین روش میوه بچینین. مثلا نان توست، کره بادوم زمینی سالم، حلقه های کوچولو کوچولوی مثلا موز یا حتی سیب رنده شده، موز رنده شده، کشمش، اینها رو میتونید هر چیزی که طبیعی هست رو بهش اضافه کنید و خیلی خوشمزه میشه. اگر بخواید مربا رو بخورین، اگر روز استراحت و چیت دیتون هست، هیچ مشکلی نیست. عکس بعدی یک روز کاری بود، از سر کار اومده بودم، رفتم باشگاه، همون کنار باشگاه کلی رستوران هست، رفتم یک رستوران و دو نفر بودیم با هم دیگه. یک مرغ بریون گرفتیم، یک مرغ روست، در واقع روست چیکن گرفتیم، کنارش روستد پامکین، کدو حلوایی کبابی شده و اگه دقت کنین بروکلی هستش، که بروکلیش با تفت داده شده بود، کمی کبابی هم شده بود، یک کمی با روش بهش سیر هم زده بودن و اگه اشتباه نکنم تخم آفتاب گردان هم بود، حالا یه سری سپایسز ادویه های دیگه. که البته در نکته که در مورد این مرغ بگم این بود که من پوستش رو و قسمت های چربش رو نخوردم و فقط به عنوان پروتئین گوشتش رو خوردم. بسیار خوشمزه، عالی، جای شما هم خالی. اما عکس بعدیمون، عکس
بحث بعدیمون خیلی عکس غذا اینجا نگرفتم. من نکته مهم در مورد بوفه هاست که سلف سرویس میرید و میخواید غذا بخورید، یه عالمه غذا داره که ترجیحاً این رو بذارید روزهایی که روز استراحتتون چیت دیتون هست. اما زمانی که دارین انتخاب میکنین بین اون دریای غذا باتم میتونین انتخاب‌های سالم‌تری داشته باشین بر اساس اون عکسی که بهتون گفتم، پروتئین، کربوهیدرات، روغن‌های چربی‌های سالم، سبزیجات همه رو داشته باشین. حالا اگر میخواین تو روز چیت دیتون از اون شیرینیجات و دسرها و اینها هم لذت ببرین که هیچی، اتفاقا من هم لذت بردم و پنکیک سفارش دادم. یادتون باشه که تو این بوفه ها حتی در زندگی روزمره میوه‌جات ضمن که خیلی مفید هستن برای بدن، اما قند بالایی داره. قندش قند طبیعی، از قند غیر طبیعی خیلی بهتره، اما قنده میزنه قند خون رو بالا میبره، بیش از اندازه مصرف بشه میتونه چاقتون هم بکنه. اگر هدف ورزشتون این هست که بدنی کات و فیت داشته باشین، مصرف زیاد میوه‌جات نمیذاره که به هدفتون برسین. اما حالا ضمن این که از اون بوفه خیلی لذت بردم، یه سری رو باید جداگانه سفارش میدادیم که من بندیکت اسفناج رو سفارش دادم که با پوچت اگ هست که تخم مرغ توی آب میشکنن، بسیار سالم هستش و خوشمزه، روی نون میذارن، اسفناج زیرش هم اسفناجی که تو آب جوشوندن رو در آوردن، ضمن که خیلی سالمه، خیلی هم خوشمزه است که البته روش مقداری پنیر هم ریخته بودن. و اون کنار هم یک کمی نودل هستش که نودلش هم یک کمی اسپایسی تند بود اما خوشمزه بود، جاتون خالی. اما پنکیکی که خوردم رو دقت کنید، میبینید که روی پنکیک همونطور که بهتون گفتم موز گذاشتن، کراملایزد اپل، سیب کراملی شده هستش که رنده میکنن، شما میتونید با موز هم درست کنید با خیلی چیزهای دیگه، و بلوبری روش هستش و میپل سیراپ کنارش. خیلی خوشمزه بود و روز چیت دی بود. خب البته خیلی به خودم، البته یه چیزی رو بگم، من خیلی اهل شیرینیجات نیستم، مثلا خانوادگی اینطوریم، واقعا غذا دوستیم، دوست داریم غذا بخوریم. اینکه از بین اون همه دسر و شیرینی من یه دونه پنکیک، تازه اینم یه دونهش خیلی زیاد بود، نصفش رو خوردم. خدا رو شکر، خدا رو شکر ذاتاً اهل شیرینیجات نیستم. خب بعد از این میریم عکس بعدیمون چی هستش. یه روز برانچ هستش، برانچ که همون صبحانه و ناهار با هم هستش معمولا آخر هفته ها. من معمولا دو وعده ایم، یا برانچ یه برانچه یا یه صبحانه دیر هستش و بعدش یه ناهار دیر یا شام زود هستش. بنابراین تو این عکس دقت کنین، دو نفر بودیم، حالا براتون هر صبحانه مال هر کسی رو شیر میکنم. صبحانه من تخم مرغ اسکرامبلد بودش و سالاد، سیب زمینی تنوری شده که روش یه سس خودشون درست میکنن، سس گوجه فرنگی است، خیلی هم خوشمزه است، و استیک هستش کنارش که استیکش البته من بیشتر میدیم ول دوست دارم، یه کمی خام بود، البته من میخورم مشکلی ندارم، ولی تم و معمولا و حتی برای سلامتی دوست دارم که بیشتر پخته بشه. خب الان اینجا میبینین که پروتئینش از اون مشت بنزه دو مشته منه، که خب گفتم من دو وعده غذا تو طول هفته، یعنی تو آخر هفته ها میخوریم دیگه، به هر حال غذاها مفصل تر هستش. صبحانه بعدی تقریبا همین بود به اضافه آووکادو و کنارش سموکت سمن، سالمون دودی شده و نان توست و عسل روش، که نان توست کاملا با سبوسدار هستش با غلات، و یه دونه از این نون توست دارم من کش رفتم و با صبحانم خوردم. و بعد با هم دیگه چی رو شیر کردیم؟ اون ماستی که اون وسط هستش که با نعنا و سیب و توت فرنگی و بلوبری و دیگه با چیا سید و همه اینا قاطی شده بود، ماست با چربی پایین، گریک یوگرت، ماست یونانی، و بسیار هم خوشمزه بود، روش هم یک کمی عسل ریخته بودن. و این هم آب میوه، هم آب میوه کرفس و سیب هستش، کرفس و سیب و اسفناج اگه اشتباه نکنم، خیلی هم خوشمزه و سالم، و قهوه هم البته خورده بودیم قبلش. خب این هم مال برانچ یک روز بود توی رستوران. اما بریم سراغ بعدی، شماره 5مون، یه روز کاری بین کلاس ها دیگه یه وقتی خالی شد و من هم اومدم رفتم رستوران پایین، جایی که معمولا غذا میخورم، غذا گرفتم، سالاد هست، کیل سالاد که با انبه هستش، با کشمش هستش، گردو و یه سری دانه های دیگه، بسیار خوشمزه، و کل بسیار سالم هستش برای یعنی مفید هستش برای بدن، و یک ساندویچ کوچیک پر از سبزیجات و روست بیف.
بیف هستش و اون سموتی جلو موز و انبه و نه ببخشیم انبه نه موز و آووکادو و اسفناج هستش. خب اینم یه روز کاری نهار بود، نهار دیر البته. میریم عکس بعدیمون. عکس بعدی یک روز یک شنبه بود، کمی حالت چیت دی داشت به خاطر که پیتزا سفارش دادم، اما پیتزا هم خیلی با پنیر بالا نبود، شافل پیتزا هستش و کنارش یک بشقاب سبزیجات، کلم گل کلم، لوبیا، بروکلی، هویج و همه اینا و به اضافه یه مقداری چیا سید و دانه های مختلف اینجا رو هر غذای درست میکنن یه مشت هم دانه روش میریزن که دیگه من نمیدونم این به نظر سیادونه میاد، کنجده اینا رو میریزن روش که برها برای بدن هم مفید هستش. اما پیتزاش هم بسیار پیتزای خوشمزه ای بود، ضمن اینکه پیتزا در هر صورت هر چقدر انتخاب سالم باشه به خاطر حجم زیاد کربوهیدراتی که داره، پنیری که داره، روغنی که بهش میزنن تا اون تر و تازگی رو داشته باشه، غذای سالمی نمیتونه. حالا البته ما سعی کردیم که سالمش رو انتخاب کنیم، یه نوقارچ ترافل روش داره خیلی خوشمزه است و حالا با سبزیجات و هم و اینا هستش دیگه. اون نون زیرشو من خیلی دوست دارم، من یاد نون تافتون میندازه، واقعا خوشمزه است. خب اما بعدی این یه رستورانیه اینجا که خیلی معروفه به سالمونی که درست میکنن، یه سمنی هست، یه تیکه بزرگ ماهی سالمون هست که میگن این رو روی چوب درست میکنن، حالا هیزم مثلا، و البته اون هیزومه یه ذره بهش باز مزه دودی میده که مورد علاقه من خیلی طعم دودی نیست. برنج دودی، سالمون دودی، گوشت دودی، مرغ دودی میخورم ولی خیلی باب میلم نیستش، که البته میگم به این موضوع فکر میگم که سالمون بر بدنم خیلی مفیده و اینا، لذت میبرم و خوردم اتفاقا خوشمزم هستش. ببینید دیگه دوباره روی سالمون کلی پاشیدن انواع اقسام هربز و سبزیجات، لیمورم که گذاشتن، خودمون کنارش اسپارگس هم سفارش دادیم، مارچوبه که روی مارچوبه هم حالا باز کلی سبزیجات ریختن، اون سبزیجات باریک باریک رو میبینین، یه نوع گشنیزه خیلی هم خوشمزه است، و حالا با سالات هم سفارش دادیم که باز کیل سالاد هست. کیل راستشو بخواین نمیدونم ترجمهش چی میشه ولی یه نوع سبزی هستش، K-A-L-E، که بسیار خوشمزه است، من خیلی دوست دارم. اینم از این رستوران که یه شب بود رفتیم و خیلی خوشمزه بود، جای همگی دوباره خالی. اما عکس بعدی، خب دوباره یک روز کاری نهار بود که خوردم و سالاد، سالاد بهش میگن سالاد آووکادو و انبه که روش با سینه مرغ گریل شده هست، پنیر فتا روش میذارن و اون زیر هم انواع و اقسام سبزیجات و کاهو و اینها هست، گوجه فرنگی داره، پیاز ورقه ای داره، به هر حال گزینه سالم غذای رستورانی که الان روز به روز این غذاهای سالم توی رستوران ها بیشتر میشه، مردم بیشتر میدونن در مورد سلامتیشون، در مورد بدنشون و اینکه چه چیزی باید بخورن و انتخاب‌های بهتری رو خواهند داشت. اما گزینه بعدی، دوباره برانچ بودش اینجا، یک روز یک شنبه، که این جایی که میریم بهش میگن برد اتسترا، نان و غیره اسم جایی که میریم. خیلی جالبه برانچ هایی که دارن، مثلا یه دونه انرژی بریکفست دارن، صبحانه یه انرژی زا دارن، مثلا یه دونه مدیترینین بریکفست دارن، صبحانه مربوط به مدیترانه رو دارن، که انرژی بریکفستشون اینه که یه بشقاب سالاد میاد، یه کاسه ماست میاد، آب میوه میاد کنارش، بعد تخم مرغ میارن، نون براتون میارن، همه گزینه ها سالم، اتفاقا با قیمت خیلی خوبی هم میدن، ولی یک عالم است، یعنی واقعا یه نفر باید دو سه ساعت اونجا بشینه تا تمومش کنه. و بعد دقت کنین صبحانه، مثلا این جلوی عکس که میبینین صبحانه مدیترانه ای بود که من مثلا سفارش دادم، مثل سالاد گوجه خیار خودمون از سالادهای عربی هست، با همه چی قاطی میشه، خیلی خوشمزه بود، حمص میارن و حالا یه چیزی که اضافه بر سازمان من سفارش بودم اون کنارش اون نونه هست، که یه نونیه، اون خیلی البته من نمیگم سالم نونش، اما اون هم یعنی در واقع توی فر گذاشتن که توش
پر از میگو هست، من واقعا خیلی دوستش دارم که این صبحانه ها همه ست منیو هست، به صورت ست میاد، همشون تخم مرغ دارن، نان سبوسدار دارن و با آب میوه و قهوه حالا یا چایی سرو میشن، که این یه نمونه از برانچ های خیلی سالم هست که این در این توی این رستوران برید اتسترا ما میریم میخوریم و خیلی هم خوشمزه است، جاتون هم همیشه خالی. اما عکس بعدی آها، اینو قبل خوردم، بعضی اوقات گشنمه یادم میره عکس بگیرم، بعد عکسشو از تو منو برداشتم. دوباره یه سالادی بود که انواع و اقسام سبزیجات اگه دقت بکنید، ریحون، کاهو، دیگه فلفل دلمه قرمز، گوجه، لوبیا قرمز، البته لوبیا قرمز یه مقداری معده من رو اذیت میکنه، لوبیا نخود گاهی میخورم، اما معمولا بدن آدم با آدم صحبت میکنه دیگه، چون یک مقداری اذیتم میکنه، مصرف نخود و لوبیا پایین تر هستش. قاش روش هستش و بعد سالمون هستش که سالمون هم گریل شده هست، که البته وقتی بر من آوردن اون سس روش رو نزده بودن و با یه سسی که با لیمو و روغن زیتون و اینها درست میشه سرو میکنن، خیلی هم خوشمزه بود. اینم دوباره این مال یک دوشنبه شبی بود. چرا؟ چون این رستوران بهش میگن اسمشو یادم رفت، حالا این رستوران Element Fresh شبهای دوشنبه یه سالاد میگیری یه سالاد مجانی میبری، بنابراین ما وقت داشته باشیم بعد ورزش میریم اینجا get one buy one get one for free سالاد میخوریم، سالاداشم بزرگ و فوق العاده خوشمزه و سالم هست. عکس بعدیمون یه روز تو خونه بودش و خیلی مشغول بودم، سفارش دادم اگه دقت کنیم میبینید سالاد هستش، سالاد بسیار خوشمزه که پروتئینش رو سینه مرغ کبابی هست و مخلوطی از انواع سبزیجات اون زیر هستش، کاهوه و بعد روش به عنوان کربوهیدرات نشاسته روش سیب زمینی شیرین و این سیب زمینی بنفش رو میبینید، یه نوع خاصی هست که اینجا توی چین هم خیلی زیاد هست و خیلی دوست دارن، نارنجی ها سیب زمینی شیرین هستش و بعد آووکادو، بامیه، آخ بامیه رو من اصلا دوست ندارم چه پخته چه خامش، اون حالت لذتی که داره اما خب میخورم دیگه، کاریش نمیشه کرد. روش باز کینوا ریختن که کینوا هم پروتئین خیلی بالایی داره و با یک سس مخصوصی که البته سسش رو من خیلی کم میریزم، سس کنجد هست، خیلی خوشمزه است ولی خب باز میتونه کالری بالایی داشته باشه. این یه روزی بود که توی خونه بودم و کارم زیاد بود و سفارش سالاد دادم، البته پیش میاد زیاد که غذا باید از بیرون بگیریم به علت کار زیاد و فشردگی و سرعت بالای زندگی اینجا، دیگه بعضی اوقات من یادم میمونه دیگه که عکس بگیرم، بعضی اوقات انقدر دیگه تونتون که عکس نمیگیرم، بیشتر اوقات یعنی عکسی گرفته نمیشه. اما بعدی ببینیم بعدی چه، آخ نگم براتون از بعدی، کورین باربیکیو، باربیکیو کره. خیلی جالبه که این کشورها کره، ژاپن، چین باربیکیوشون با ما خیلی فرق داره، اولا که برنج ندارن، کبابای ما با برنج سرو میشه دیگه، گوشت رو کبابی میکنن، سبزیجات رو کبابی میکنن و فقط اصلا نه باربیکیوشون، اصلا کل فرهنگ غذاییشون همون میزانی که گوشت و حالا نشاسته و کربوهیدرات های نشاسته ای مهم هست، سبزیجات حتی مهمتر، یعنی البته به خاطر نوع درست کردنشون هم هست، خوشمزه درست میکنن سبزیجات رو، تر و تازه درست میکنن و حتی بچه هاشون هم اگر سر میز سبزی رنگ سبز نباشه نمیتونن غذا رو بخورن. حالا این کورین باربیکیو هم به این صورت هست که گوشت رو میارن، ورقه های باریک رو خودتون کباب میکنن یا کمکتون میکنن، سبزیجات میارن و نکته جالبی که برای کورین باربیکیو هستش اینه که ما مثلا دیدین گوشت رو لای نون میپیچیم میخوریم، تو کورین باربیکیو فرهنگشون اینه که یه عالمه کاهو میارن و شما گوشت رو لای کاهو میپیچید و میخورید، حالا اون سس های تند مخصوص خودشون یا سس سویا یا سرکه و اینا رو بهش اضافه میکنید دیگه. اینم جالبه، البته نه به این معنا که این کشورها غذای ناسالم ندارن، اتفاقا خیلی هم زیاد دارن، همون سبزیجات و گوشت و اینا رو میتونن بسیار پر روغن درست کنن به خاطر نحوه تفت دادنشون، به خصوص چین، توی اینها ژاپن خیلی سالم تر میخورن.
اما حالا در اصل دارم میگم که سبزیجات براشون خیلی مهم هست و حفظ کردن رنگ سبزیجات و خیلی بیش از اندازه نپختنشون، که جای شما بسیار توی این کورین باربیکیو خالی بودش. گوشت رو براتون همونجا میارن، اگه تو ویدیو هم دقت میکنیم میارن با حالا اون سس مخصوص، حالا اون معمولا سس سویا هست، یه مقدار سبزیجات و نمک و اینا معمولا روش میپاشن و بعد کمک میکنن میذارن همونجا جلوتون کباب میکنن توی حالا همین ظرفای مخصوص خودشون، که از یه چیزی مثل دودکش هم بالاش میذارن که اون دود و اینا رو میکشه و مدام اون بشقاب توری رو مدام عوض میکنن. یعنی به محض اینکه یه سری کباب میکنه یه نفر میاد اون رو عوض میکنه و یکی جدیدتر میذاره که اون حالت سوخته میگن برای بدن مضر هست رو بهتون ضرری نرسونه. خیلی خوشمزه بود. خلاصه یکی از رستوران های مورد علاقه من کورین باربیکیو هست و جاپانیز باربیکیو، باربیکیو ژاپنی که حتی از کره‌ای خوشمزه تر هم هست. حالا به هر صورت میگم انتخاب های سالم، سالاد کنارش، سبزیجات، گوشت کبابی شده و بدن سالم و لذت بردن از غذای خوشمزه. خب ببینیم بازم داریم، فکر میکنم یکی دیگه، آها اینه نمونه غذای سالم نیست، چیزی که در مورد چین و کشورهای آسیایی براتون گفتم که مثلا توی غذاشون سبزیجات و نشاسته و اینا به یه میزان استفاده میشه. مثلا مثل ما ایرانی ها نیستن که اون زیر یک بشقاب پر از پلو باشه و یه ذره خورش روش بریزن، که البته خوشمزه است ولی سالم نیستش. این یه رستورانه که ما البته اینجا نخوردیم، من توی شهری کنار شانگهای هستش، هانگجو دیدم، گفتم اونجا فیلم بگیرم برای ویدیویی که میخوام درست کنم که شما ببینید. یکی از رستوران‌های خیلی لوکال و محلی هستش، من وارد شدم غذاها رو چیده بودم پشت شیشه که حالا میتونید سفارش هم بدین براتون بریزن. توی ویدیو دقت کنید نگاه کنید، همونطور که میبینید که گوشت و اینا هست، ببینید چقدر سبزیجات و اینا هست. البته قسمت دریاییش ماهی هستش، اون بالا یه به اسم لونگشیه بهش میدن، مثل میگوهای کوچیک یا خرچنگای کوچیک، ولی نگاه کنید ببینید چقدر سبزیجات هست و همه تازه و فرش هستش. بنابراین اگر شما تو این کشورها اینقدر گوشت میخواین، این همون عکسی که بهتون گفتم، برنجشون توی کاسه کوچولو دقیقا به اندازه یه مش، که یه سریاشون هم که رژیم دارن همون یه مشت هم دوتا دونش رو اصلا نمیخورن، که البته من توصیه نمیکنم، کربوهیدرات برای بدن لازمه و بهتون انرژی میده، البته میزان مصرف هر کسی میتونه با شخص دیگه متفاوت باشه. این ویدیو رو بیشتر شیر کردم که یه کمی هم ببینید فرهنگشون و غذای محلیشون رو و دیگه برای اطلاعات عمومی و جذاب و جالب هم هستش و اینکه بتونین که انتخاب‌های بهتر و سالم‌تری داشته باشین، پاتون رو یکمی ورای فرهنگ‌ها و عادت‌ها بذارین. ضمن اینکه فرهنگ‌ها و عادت‌ها خیلی خوبن اما باید تغییر پیدا کنن تا زندگی ما هم تغییر کنه، تا زندگی سالم‌تری داشته باشیم و از زندگی سالمی که داریم لذت ببریم. یک چیزی رو بهتون بگم و اون که اگر از بدن خودتون راضی باشین، خودتون رو دوست داشته باشید، که دوست داشتن خودتون از اولین چیز از بدن شروع میشه، تو تمامی قسمت‌های زندگی موفق تر خواهید بود، چه توی کارتون، چه توی روابطتون با آدم‌ها. چون اول باید خودتون رو دوست داشته باشین، توی اون پوستتون احساس راحتی کنید، احساس اعتماد به نفس کنید و بعد از اون با اون اعتماد به نفسی که دارید جاهای دیگه قدم بذارید. اینم از ویدیوی امروزمون، ببخشید اگه زیاد حرف زدم، بازم ممنونم مثل همیشه که شری ویلنس رو دنبال میکنین، ساپورت میکنین، سابسکرایب میکنین، زنگوله نوتیفیکیشن یادتون نره که از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنین. اگر نظری پیشنهادی دارین حتما حتما به ما بگید، خیلی خیلی دوستتون دارم و توی ویدیوهای بعدی منتظرتونم.